سلام دوستان امیدوارم که خوب باشید با یک ویدیو جدید از تازه ترین خبرهای فرانسه در خدمت شما عزیزان هستم امروز 22 دسامبر هست و بیشتر خبرگزاری های فرانسه به این خبر که فرانسه به دلیل شیوع اومیکرون در حالت آماده باش کامل به سر پرداختن من چند تا خبر رو انتخاب کردم خدمتون ترجمه میکنم و ارائه خواهم داد اولیوی وران وزیر بهداشت فرانسه هشدار داده ژان کستکس نخست وزیر فرانسه با آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور جلسه استراری برگزار کردن و نکاتی پیرامون گسترش شیوع اومیکرون و همچنین واکسیناسیون در فرانسه مطرح شده همه اینها رو آماده کردم دستبندی کردم و خدمتتون ارائه خواهم داد اما پیش از اون اگر که فکر میکنید این ترجمه ویدیوهای فرانسوی و ارائه اون به فارسی زبانان محترم براتون مفید هستش سپاسگزار میشم که این ویدیو رو لایک بکنید نظراتتون رو هم حتما برای ما کامنت کنید و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید واسه بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید بریم با همین ویدیو رو ببینیم دوستان، خبر اولی که براتون انتخاب کردم از وبسایت روزنامه لوموند هست. من دو خبر اصلی رو براتون انتخاب کردم و بعد به اخبار دیگر میپردازم. یکی تیتر یک امروز روزنامه لوموند هست و دیگری این خبر تیتر یک روزنامه فیگارو هستش. در روزنامه لوموند همونطور که از تیتر خبر مشخصه نوشته که در مورد کووید 19 دولت تحت فشار گسترش نوع اومیکرون هستش و احتمال داره که محدودیت‌های در واقع جدیدی رو ایجاد بکنه این خبر رو سخنگوی دولت فرانسه گفته که گسترش سریع اومیکرون امکان داره که تعطیلی گسترده و مقررات منع رفت و آمد رو به همراه داشته باشه او گفتی که هیچ چیزی رو نمیتوان رد کرد منظور او احتمالا محدودیت ها و در واقع سختگیری های جدید بوده این مقاله همونطور که میبینید با عبارت اورژانس یا همون فوریت اون اتفا پلو یعنی یک بار دیگر با این عبارت شروع شده یعنی باز هم فوریت و باز هم یک مسئله اورژانس این مقاله ادامه میده که اومیکرون گسترش اومیکرون اروپا رو به وحشت انداخته و دستور کار دولت فرانسه رو تحت تاثیر قرار داده بر اساس این مقاله بدتر از این مورد این هستش که نوع جدید ویروس کرونا یک بار دیگه تهدیدی است که اگرچه ممکنه به قرنطینه منجر نشه بلکه امکان داره که محدودیت ها از جمله بستن تمامی کافه ها و رستوران ها و مقررات منع رفت و آمد رو به شدت افزایش بده چیزی که بر اساس این مقاله تکرار دردناکترین ساعات همگیری کووید 19 درس ابتدای شروع اون بودش یعنی در سال 2020 در ادامه این مقاله به توضیحات سخنگوی دولت فرانسه اشاره میشه که توضیح میده که تا پایان امسال دو میلیون محل قرار ملاقات اضافی برای واکسیناسیون در فرانسه افتتاح میشه در ادامه این خبر همینجایی که براتون پررنگ کردم سخنگوی دولت فرانسه گفته که ما یک ثانیه هم برای از دست دادن نداریم اگر ویروس شتاب بگیره ما هم بایستی شتاب بگیریم این مقاله در ادامه توضیح میده که سرعت انتشار اومیکرون که به عنوان ویروسی شعلهور توصیف میشه مدیران اجرایی رو متقاعد کرده که در راستای مقابله با اون قدم بردارن این تصمیم روز دوشنبه بعد از دیدار نخست وزیر جان کستکس و همچنین امانوئل مکرون گرفته شد در واقع اگر واکسن میتونه سلاحی علیه اومیکرون باشه بایستی قبل از سونامی پیش بینی شده توسط اپیدمیولوژیست ها در ژانویه تلاش برای همگانی کردن اون بیشتر بشه در ادامه به تیتر یک روزنامه معتبر لوفیگارو میپردازیم روزنامه فیگارو هم بعد از روزنامه لوموند که از معتبرترین روزنامه های فرانسه هستش که تیتر یکش رو به مسئله کووید اختصاص داده و هشداری که امروز وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرده همونطور که از تیتر که خبر مشاهده میکنیم نوشته که تا پایان دسامبر احتمالا بیش از 100 هزار مبتلا در روز ما خواهیم داشت این رقم یک رقم بسیار بی سابقه ای هست حتی در اوج کووید هم ما به این رقم نرسیدیم حالا در نمودار در ادامه براتون توضیح خواهم داد به گفته وزیر بهداشت اومیکرون با چنان سرعتی در حال افزایش است که همزمان در همه جای کره زمین در حال شیوع است. اولیویه وران وزیر بهداشت فرانسه این سخنان رو همین امروز چهارشنبه 22 دسامبر مطرح کرده امیدوار هستم که من بتونم امروز که 22 دسامبر هست و این ویدیو رو ضبط میکنم همین امروز بتونم ویدیو رو ادیت بکنم و منتشر بکنم این خبر همین امروز منتشر شده و این خبر رو در مصاحبه با تلویزیون بی اف ام تی وی اعلام کرده او هشدار داده که به دلیل مصری بودن نوجید جدید اومیکرون تعداد مبتلایان احتمالا تا پایان دسام از 100 هزار مورد در روز فراتر میره او گفته که این همون چیزی هستش که مدل های شبیه سازی شده انتظار اون رو دارن در ادامه این مقاله توضیح میده که بر اساس آخرین آمار که شامگاه سهشنبه توسط پابلیک هیلز در فرانسه منتشر شده بیش از 72832 مورد در 24 ساعت گذشته به کووید مبتلا شدند طی 7 روز گذشته هم بیش از 54231 نفر در واقع میانگین هفتگی بوده که این هم باز افزایش نسبت به هفتهای قبل رو نشون میده این نوع جدید اونقدر مصری و قابل شیوع هستش که کاملا برخلاف انواع دیگر هستش و حتی کسایی که واکسن رو هم رو زدن ممکنه مبتلا بکنه اینها رو آقای اولیویر ولان در گفتگو با تلویزیون بی اف ام تی وی اعلام کرده در اینجا هم آخرین وضعیت آمار کووید رو خدمتتون ارائه کنم قبل از اینکه ما به تایم فریم کلی بپردازیم برسیم به اول تایم فریم 60 روز گذشته رو ببینیم که کاملا سودی هست ببخشید تایم فریم 30 روز گذشته بعد تایم فریم 3 ماه گذشته رو مشاهده بکنید شما از اکتبر ببینید ما یک روند کاملا استیبلی داشتیم اما از نوامبر به شدت گسترش پیدا کرده تا جایی که در 20 دسامبر که این آخرین موارد گزارش شده یعنی از 9 دسامبر تا 17 و 18 دسامبر ما بیش از 65 هزار مورد رو هم داشتیم حالا آره شما اگر که به تایم فریم 6 ماهه توجه بکنید میبینید که ما در ماه اوت یک قله ای داشتیم که الان این قله مجددا شکسته شده و اگر به تایم فریم کلی وضعیت کووید نگاه بکنیم میبینیم که قله که الان ثبت شده و همونطور که در خبر اعلام کردن بیش از هفته دو هزار مورد از اینجا هم یعنی تقریبا چیزی شبیه به نوامبر هفتم نوامبر 2020 هستش که وضعیت به شدت خطرناک اعلام شده در فرانسه و 86 هزار نفر اعلام شد الان با, با توجه به توضیحاتی که آقای وران وزیر بهداشت فرانسه گفته اینکه ما تا پایان سال انتظار داریم بر اساس مدل هایی که شبیه سازی شدن روزانه 100 هزار نفر در فرانسه مبتلا بشن که این رقم یک رقم بی سابقه و خطرناکی هستش اینجا هم مطابق معمول آخرین وضعیت واکسیناسیون رو خدمتتون ارائه میکنم با توجه به اینکه سویه اومیکرون باعث شده که کسانی که حتی واکسن هم زدن مبتلا بشن و تاکید کارشناسان به زدن دوز سوم واکسن یا دوز یادآور بایسی گفتش که اکنون ما 26 درصد جمعیت فرانسه دوز سوم واکسن رو زدن و به اون ایمنی عمومی حالا با توجه به تعریف جدید ما تا 65 درصد فاصله داریم در حال حاضر 77 درصد یک دوز حداقل زدن 72 درصد هر دو دوز رو زدن و 26 درصد دوز سوم یا یادآور رو زدن در خبرها که من امروز میخوندم دیدم که کشور اسرائیل اولین کشوری هستش که قرار هست دوز چهارم رو برای شهروندانش و به ویژه کسانی که سن بیشتری دارن رو بزنه دوزه یادآور چهارم به هر حال آن چیزی که تا الان بشر تونسته کشف بکنه واکسن های معتبری مثل فایزر مدرنا و دیگر واکسن ها هستش که فعلا تونسته تا حد زیادی جلوگیری بکنه از مبتلا شدن و حتی جلوگیری بکنه از مرگ و میر مرتبط با کرونا امیدوارم که این خبر براتون مفید بوده باشه اگر که این ویدیو رو دوست داشتید سپاسگزار میشم که اون رو لایک کنید اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار